با پشتوانه مردمی و برخورداری از رأی اکثریت مردم. کاری هم نداریم که بعداً آمریکا این رو تکذیب بکنه یا نکنه. روی آزادی و عدم آزادی گروگان‌ها برد و باخت بود در انتخابات آمریکا مطرح. بیدار باش، پاسدار باش، همت کن، کوشش کن، بسازیم ایران با وحدت و ایمان، بگوییم قرآن رهنمای انسان. خمینی حامی مستضعفان، دشمن مستکبران، امید رزمندگان. راه ما، راه ما، راه همه آزادگان، با اتحاد و هم پیمان. پس از رسمیت یافتن قطع رابطه آمریکا با ایران، مردم جشن استقلال می‌گیرند و بر مقاومت در مقابل تهدیدات و زورگویی‌های کاخ سفید پافشاری می‌کنند. استقبال امام و مردم از اقدام آمریکا در قطع رابطه بازتاب‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای می‌یابد. بنی صدر پیش از خطبه‌های نماز جمعه 22 فروردین ایستادگی ملت در مقابل فشارهای آمریکا را تاریخ ساز می‌خواند. این مطلب رو باید بگویم که لحظاتی در تاریخ ملت ما بوده است که در اون لحظات مردم ما قرنها ساختند. اونها که گمان می‌کردند با یک توپ و تشری مرزها به رویشون باز است، اکنون می‌بینند که فرزندان ایران یک دیوار پولادینی در برابر هر متجاوزی به وجود آوردند. این ملت می‌خواهد مستقل زندگی کند و آماده است بهای استقلال رو بپردازد. آمریکایی‌ها که بازنده رویارویی با ایران محسوب می‌شوند و از قطع رابطه نیز برخلاف انتظارشان به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، در تلاشند تا با تحریک صدام و رژیم بعث به خصومت سیاسی و نظامی با ایران فشار بر تهران را افزایش دهند. بنی صدر به رژیم بعث هشدار می‌دهد. و من باید بگویم که اگر دولت عراق به خود جرأت بدهد و قدم پیش گذارد، ما در حد تنبیه نخواهیم ایستاد. فرزندان اسلام و ایران رو در مرزها نگه بداریم، اونها نخواهند ایستاد و تعقیب دشمن رو فریضه خودشون خواهند شمرد و حتماً دشمن متجاوز رو در درون مرزهایش تعقیب خواهند کرد. هاشمی رفسنجانی، خطیب نماز جمعه تهران، هم تهدیدات آمریکا را پوچ و توخالی می‌خواند و تأکید می‌کند ملت ایران از این گردن کلفتی‌ها نمی‌ترسد و به هر متجاوز پاسخ کوبنده می‌دهد. ما که از این تهدید نمی‌ترسیم و تا به حال هم نترسیدیم. با کنایه میگید که ما هجوم نظامی میکنیم و داستان عنتبه رو تکرار میکنیم. ملت ایران اگر میخواست از این چیزها بترسه، اون روزی که شما حاکم در این کشور بودید و پادگانها و مراکز پلیس و ساواک و ژاندارمری و پولهای کشور و نفت و کارشناس ها و سران ادارات و وزارت خونه ها و افراد دست خرید شده شما که همه جا حضور داشتند، اون روز می توانستند به این ملت هجوم ببرند. چه کردید اون روز؟
که امروز میخواید بکنید. هاشمی اخراج عراقی‌های ایرانی الاصل به دست رژیم بصره، همراهی آشکار صدام با آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تحلیل می‌کند و حاکم عراق را عروسک خیمه شب بازی شیطان بزرگ می‌خواند. شما با ادعای انسان دوستی عروسک عراقیتون رو وادار کردید در آستانه درگیری صریح ما با شما بسیاری از مسلمانان شیعه رو از کشور عراق بیرون کنند. مردم رو تو کامیون ها سوار کنید، زن و فرزند و مریض و سالم رو، و در بیابون ها ویلون رها کنید و اینها رو آواره کنید و پشت سرشون امکاناتشون رو غارت کنید. شما و نوکر شما و عروسک شما با اون ادعاهای انسان دوستیتون این رفتارها رو چگونه توجیه میکنید؟ از چند روز قبل صدام که در تلاش است از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده کند، تمامی اتباع ایرانی الاصل و فارسی زبان ساکن عراق را اخراج و در مرزهای ایران آواره کرده است. جرمی دولت عراق به چه جرمی شما را بیرون کرد؟ گفت شما ایرانی هستید، تبعیه ایرانی باز اینجا نباشد. هر کی تبعیه ایرانی هست اینجا نباشد. گفت من جنسیه دارم، املاک من اینجا هست، مکینا بنده اینجا هستن، بچم جوشکار است اینجا هست، خلمت از دولت کردن. گفت نیست. من گفتم چه جور این صدام حسین دروغ داد به ما؟ چرا دروغ به امو داد؟ این مسلم نیست، اسلام نیست. انت شلون تصلي؟ انت من اخوان خميلي، انت حزب الخميلي. يا احنا ناس جحفريه، احنا نصلي، ليش تمنعونا من الصلاه؟ قال لا، الجامع لازم يكون صلي ببيتك، بس صلي بجامعتك. من اخوان خميلي. انت جحفري تحب الخميلي، انت كردي تحب الخميلي. يلا روح الامن. يعني بيجي الان مثلا ما وقتي بريم مسجد نماز بخونيم، ميگن شما حزب آقای خمینی هستید، شما باید در خونه های خودتون نماز بخونید و از نماز خوندن هم جلوگیری میکنن. در سالگرد تأسیس حزب بعث عراق، عراقی‌های مقیم تهران تظاهرات می‌کنند و صدام را مهره انگلیس و آمریکا می‌خوانند. به مناسبت سالروز تأسیس حزب بعث، از امروز گروه‌هایی از عراقی‌های مقیم ایران در مسجد دانشگاه تهران متحسن شدند و گروه‌های دیگری از عراقی‌های مقیم ایران تظاهراتی را در تهران از میدان امام خمینی تا دانشگاه تهران آغاز کردند تا به هموطنان خودشون در دانشگاه تهران بپیوندند. دوم هم علیه فشار زیاد و دیکتاتوریک و طاغوت و فاشیست که حکومت عراق به رهبری صدام و تکریتی، این مردی صهیونیست و این مردی که ارتباط داره به سازمان امنیت انگلستان و آمریکا. با وجود موافقت امام با تصمیم گیری مجلس درباره جاسوسان سفارت آمریکا، بنی صدر برای تحویل گرفتن آنها اصرار می کند. دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی به رغم مخالفت با این درخواست، برای زیر سوال نرفتن رئیس جمهور با اکراه گروگانها را به رئیس جمهور تحویل می دهند. می خوام ببینم کیا بلدن بخونن. الله اکبر را کیا بلدن؟ بخونیم ببینم دست جمعی. سبکس. 1 2 3.
تحرکات ایزایی ارتش بعث در مناطق مرزی ایران ادامه دارد و برخی شهرها زیر آتش توپخانه عراق قرار دارند. شورای عالی دفاع در جلسه ویژه‌ای اوضاع را بررسی می‌کند. گزارش جبهه‌های جنگ رو آقای تیمسار فلاحی دانشجوی ستاد مشترک به شورا دادند. آقای قرضی استاندار خوزستان هم آمده بودند، ایشون هم گزارش‌هایی از جبهه آبادان داشتند. از مقاومت دلیرانه نیروهای ما در آبادان شرحی ایشون گفتند، همچنین از مقاومت مردمی که در داخل شهر آبادان هستند و زیر آتش توپخانه دشمن شهر رو حفظ می‌کنند و مقاومت می‌کنند. کلن از این جهت که نشون دهنده یک شور و حماسه بزرگی بود در مردم و در نیروهای ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و بقیه عناصر جنگنده‌ای که اونجا هستند، از این جهت بسیار گزارش جالبی بود. دانشگاه‌ها که از عناصر مهم شکل‌گیری انقلاب بوده‌اند، رفته رفته به محل تبلیغات، عضوگیری و جنجال و فضاسازی گروه‌های مختلف سیاسی از جمله تشکل‌های ضد انقلابی تبدیل شده‌اند. برخی گروه‌ها حتی مکان‌هایی از دانشگاه را به انبار اسلحه تبدیل کرده و در پوشش آزاد بودن فعالیت‌های دانشجویی عملاً به رویارویی با انقلاب روی می‌آورند. دانشجویان انقلابی نمی توانند سوء استفاده گروه های منحرف منافق و التقاطی از دانشگاه ها را تحمل کنند. درگیری ها و بحث های سیاسی به تدریج به زد و خورد کشیده می شود و دانشگاه را از حالت طبیعی و محلی برای کسب علم خارج می کند. مردم هم به صحنه می آیند تا دانشگاه ها را از حالت مراکزی برای گروه های منحرف و حتی ضد انقلاب خارج کنند. به دنبال بحرانی شدن اوضاع دانشگاه‌ها، شورای انقلاب به گروه‌های سیاسی در دانشگاه‌ها 3 روز مهلت می‌دهد تا دفاتر خود را تخلیه کنند. این حکم سرآغازی برای اجرای طرح انقلاب فرهنگی می‌شود. دانشجویان انقلابی اول اردیبهشت در مقابل منزل امام تجمع می کنند تا در پرتو سخنان ایشان تحولات آینده را جهت‌دهی کنند. امام خمینی هوشیارانه به مقابله با برداشت‌های انحرافی آمدانه و غیر آمدانه به موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها می پردازد. من لازم است که یک تذکر به شما بدهم که بدانید مقصود ما از اصلاح دانشگاه ها چیست. بعضی گمان کردند که کسانی که اصلاح دانشگاه ها را میخواند و میخواند دانشگاه ها اسلامی باشد این است که گمان کردند که این اشخاص توهم کردند که علوم 2 قسم است، هر علمی 2 قسم است،
علم هندسه یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی، علم فیزیک یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی. از این جهت اعتراض کردند به اینکه علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد و بعضی توهم کردند که اینها که قائلند به اینکه باید دانشگاه ها اسلامی بشد، یعنی فقط علم فقه و تفسیر و اصول در اونجا باشد، یعنی همون شأنی را که مدارس قدیمه دارند باید در دانشگاه ها هم همون تدریس بشد. اینها اشتباهاتی است که بعضی می کنند یا خودشون را به اشتباه می اندازند. امام خمینی با نگاهی بلند مدت و راهبردی وابستگی به غرب را مهمترین خطر برای انقلاب، ملت و کشور می‌خواند و فلسفه انقلاب فرهنگی را با زبان قابل فهم توده‌های ملت بیان می‌کند. اون چه که ما می‌خواهیم بگوییم این است که دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های وابسته است. دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های استعماری است. دانشگاه‌های ما اشخاصی را که تربیت می‌کنند و تعلیم می‌کنند اشخاصی هستند که غرب زده هستند. معلمین بسیاریشون غرب زده هستند و جوانهای ما را غرب زده بار میارند. ما میگوییم که دانشگاه های ما یک دانشگاه هایی که برای ملت ما مفید باشد نیست. ما میخواهیم که اگر چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد، جوانهای دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند. ما میخواهیم که اگر ملت ما در مقابل کمونیست ایستاد، تمام دانشگاهی های ما هم در مقابل کمونیست بایستند. نه اینکه وقتی ما میگوییم که جوانان ما را این معلمینی که در یا اساتیدی که در دانشگاه بودند و بعضی از اونها که هستند نمیگذارند تحصیل حسابی بکنند، اونها را متوقف میکنند، مانع از پیشرفت اونها هست، در خدمت غرب هستند و میخوان ما در همه چیز محتاج به غرب باشیم. معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم. و کلامی جاودانه از رهبر کبیر انقلاب برای همه نسل‌های حال و آینده ملت: مراقب وابستگی فرهنگی باشید و با آن مقابله کنید. عزیزان من، ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم. اون چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است.